روز 30 خرداد ماه، روز جهانی پناهجویان بود. افسانه جنگجو نگاهی دارد به وضعیت افغانی‌های پناهنده و مهاجر در ایران. که مردم اونها را بپذیرند. ما مسلمانیم، آنها هم مسلمانند. ما باید از آنها پذیرایی کنیم و این دولت است که دارد این کارها را می‌کند. این پیام آیت الله خمینی در سال 1357 در پیوند با مهاجرین افغان است. خانم حیدری، وضعیت شهروندان افغانستانی در ایران را چگونه می‌بینید؟ متأسفانه اسفناک است. از خاطر که چند دهه میشه که مهاجرین افغانی در ایران اقامت دارن، ولی هیچ وقت در واقع دولت ایران نتونسته برایشون یک ضوابط مشخص، یک قوانین مشخص، یک مجوز مشخص برایشون داشته باشن. از همین خاطر است که در واقع اداره اتباع در ایران همیشه سلیقه‌ای برخورد کرده. بر اساس سیاست‌هایی که بین افغانستان و ایران وجود داشته، همیشه در واقع وجود مهاجرین در ایران یک نقطه فشار بر حکومت افغانستان بوده. حالا ایران خانه دوم 3 میلیون افغان است که شهروند افغانستانی ایران را خانه نخست خود می‌داند، که 1 میلیون این جمعیت بی هویت در این خانه به سر می‌برند. ولی انتظار دارم که حداقل با افغانستانی‌ها اینجور رفتار شه، بهشون احترام گذاشته شه، توهین و تحقیر نشه و فرصت بهشون داده شه که درس بخونن. آنها از نگاه سازمان ملل بی هویت و از نگاه مردم ایران بیگانه‌اند. صلیب سرخ، سازمان ملل و همچنین یونسکو، که این سازمان‌ها هم بر اساس ضوابط خاص خودشون به مهاجرین افغانستانی کمک می‌کنند. اگر چنانچه که مهاجر افغانستانی چیز نداشته باشه، در واقع کارت شناسایی نداشته باشه، اینها به هیچ عنوان نمی‌تونن کمک کنند. بنابراین و خودتون هم می‌دونید که ایران بسیاری از مهاجرین افغانستانی رو شناسنامه نمی‌ده و این مشکلی رو بزرگ می‌کنه. بیگانه هایی که مسبب بیشتر مشکلات اقتصادی، فرهنگی و امنیتی هستند. یک خبر مثل مسئله خفاش شب که یک خبری بود که تا فهمیده شد که ایشان یه آدم که جرم انجام داده، این مجرم از کشور افغانستان نیست. باور کنید وضعیت افغان ها در ایران بسیار سخت بود، بسیار وضعیت بدی را گذرانده بودن، آنقدر توهین شدن، تحقیر شدن، خیلی لط خوردن، لط و کوب شدن، از کارشان اخراج شدن صرف به این دلیل که یک شایعه بود که ایشان افغانی از کشور افغانستان هست. آنها انسانند، 3 میلیون انسان که قرار بود روزی پذیرای آنها باشیم. از طرف رسانه‌های ایران بر جامعه برای اینکه مثلا جایگاه یک مهاجر رو در واقع خدشه‌دار بسازه یا از لحاظ انسانی برخورد نشه، حداقل خود مردم ایران نسبت به این موضوع متحد باشن. میزان همکاری حکومت ایران و افغانستان در حل مشکلات مهاجرین افغان تا چه حد بوده است؟ مذاکره با جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت فایده‌ای نداشته و تا به حال همیشه قول‌های صورت گرفته. جمهوری اسلامی افغانستان عمل کرده به اون قول‌ها، ولی هنوز هم که هنوز هست ما در شکلی چیزی این قول‌ها رو هیچ ما عملی از طرف جمهوری اسلامی ایران نمی‌کنیم. من فکر می‌کنم که همونطور که در بیشتر مسائل هم خود مردم ایران فعال هستند در این زمینه، خصوصا در قسمت حداقل فرهنگ سازی، حداقل به اینکه کلمه افغان به عنوان یک پوش استفاده نشه، به عنوان یک تحقیر استفاده نشه. یه کارتیه، حتما باید اونو داشته باشیم تا بریم مدرسه. حالا نه شناسنامه دارن، نه حق تحصیل و کار کردن، توانن ازدواج کنند و از هیچ حقوق اولیه انسانی هم برخوردار نیستند. افسانه جنگجو، صدای آمریکا.